که مختار مطالبی را ظاهر کرده بود و بعد از آن امام زین العابدین علیه السلام دیگر هدیه مختار را قبول نفرمودند. اون مطلب چی بوده؟ شما میفرمید احتمال داره که مختار مثلا ادعا کرده باشه که من از امام زین العابدین علیه السلام اجازه گرفتم، در حد احتمال هست، اما خب این احتمال دیگر، بله احتمال خیلی امور احتمال احتمال، بله اگر میگیم باید این باشد باید ثابت بکنیم، بله اما در حد احتمال، برای احتمال دارد که این باشد، مختار اونجا به دروغ به مردم گفته باشه من از امام زین العابدین علیه السلام اجازه گرفتم، چون اونجا هم داره که مختار به امام زین العابدین علیه السلام دروغ میبست، اون حدیث هم حدیث صحیحه که مختار به حضرت امام زین العابدین علیه السلام دروغ میبسته، خب شاید همین مطلب را دروغ میبسته دیگر، چون بهش نفع سیاسی داشته که من بله اجازه دارم، ایشان گفته که از من شما پیروی بکنید، شاید حرفی که میگید بله وجیه درست، بله شاید همین باشه، خدا میدونه، الله اعلم. اما درباره مهر مادر حضرت امام باقر علیه السلام، ببینید مادر حضرت امام باقر علیه السلام دختر حضرت امام مجتبی علیه السلام و حضرت امام باقر علیه السلام در کربلا سن شریفشان حدود 5 سال بوده، حدود 5 سال بوده، یعنی این ازدواج حداقل 6 سال پیش اتفاق افتاده بوده، یعنی حدود سال 55 یا شاید قبل از اونم اتفاق افتاده باشه، و امام زین العابدین علیه السلام متولد حدود سال 38 و 37 هجری هستند، یعنی در سال 55 که این ازدواج اتفاق افتاده باشد مثلا سن شریف ایشان 18 ساله. خب در این صورت برادر عزیز من و مختار قیامش سال 65 اینها بوده، 10 سال امام در حالی که وضعشان خوب بود مهر را نپرداخته باشد، این بعیده، من قبول ندارم این حرف را، و اون وقت بله از مادر امام باقر علیه السلام بعد از 10 سال بعد از اینکه امام زین العابدین علیه السلام نادار میشه مطالبه مهر میکنه، اون سندش هم اولا ضعیفه، در سندش یک زیدی موجوده و زیدی ها دوست دارن که انقلاب را تقویت بکنن، اونها همیشه انقلابی بودن و اصلا با امام صادق علیه السلام خیلی بد بود روابط زیدی ها، و امام صادق علیه السلام از زیدی ها خیلی تقیه میکردن، و در روایات ما داریم که امام صادق علیه السلام و ائمه هدا علیه السلام اونها را خیلی توبیخ مانند نواسب بد میدانستن، لذا اون سند اصل روایتش خیلی اعتبار ندارم، متنش هم خیلی متن بعیدیه که اینطور اتفاق افتاده باشه. شما میفرمایید که مختار شاید نمیدانست که امام زین العابدین علیه السلام امام واجب الطاعه است، پس شیعه نبوده دیگر، اگر اینطوری بوده شیعه نبوده مختار، بله من نگفتم، این را خوب متوجه باشید که شیعیان در اول ابوبکر عمر را قبول داشتن و امیرالمؤمنین علیه السلام را، این را خوب متوجه باشید، شاید سوء تعبیر از شما بود، اگر سوء تعبیر نبوده قصدتان همین بوده شما مطلب مرا خوب بفهمید، شیعیان اول ابوبکر عمر را قبول داشتن و اونها را خلیفه بلا فاصل می دادنستن، فقط عثمان و معاویه را قبول نداشتن، نه برادر عزیز من، عقیده شیعیان از زمان رسول خدا صلی الله علیه و سلم همین بود که امیر المؤمنین علیه السلام خلیفه بلا فصل هستن و ابوبکر و عمر غاصب هستن، بله در عراق یک عده مردم با اونها شیعه گفته می شد، اونها حقیقتا شیعه نبودن، اونها شیعه به معنای لغوی آن، یعنی طرفداران امیر المؤمنین علیه السلام، طرفداران امیر المؤمنین علیه السلام بودند به این معنا که در زبان عربی به طرفدار و هوادار شیعه گفته می شود، به این معنا اونا شیعه بودن، اونها ابوبکر را هم قبول داشتن، عمر را هم قبول داشتن، عایشه را هم دوست داشتن، فقط می گفتن که عثمان بدکاره بود، معاویه بده، آدم بدیه، امیر المؤمنین علیه السلام آدم خوبیه، او را بلی دوست داشتن، اهل بیت علیه السلام را هم دوست داشتن، این آدم ها در عراق عددشان هم زیاد هم بود، اما اینطوری نبود که ما بگیم شیعیان حقیقتا عقیدهشان از اول این چنین بوده، اینطوری نبود برادر عزیز من، اون چیزی که در تعبیر شما من شنیدم این عدم دقت بود، اونها این شیعیان به این معنایی که عرض کردم اینها از حدق شیعه نبودن، اینها عمری بودن، یعنی از جماعت عمریه بودن، و شیعه گفتن به اینها فقط از باب اشتراک لفظی هست، مثلا شما به دو نفر اسم مشترک، اسم اینم زید اونم اسم اونم زیده، این زید یک آدم دیگر، این زید عربی هست، اون زید دیگر پاکستانی هست، اینا دو آدم هست، این هم شیعه اونم شیعه، از بین هر دوشان فرق از زمین تا آسمان، خا
خال مهرویان سیاه، دانه فلفل سیاه. بله اینها اردویشان اسمشان شیعه، شیعه ای که ابوبکر و عمر را قبول دارن، اونها حقیقتا نه شیعه بودن و نه ما اونها را شیعه میدانیم، حرف ما همینه که این یک سوء تعبیر بوده در اون زمان. شیعیانی که رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمودن مثل اهل بیتی فیکم که مثل سفینه نوح، من رکبها نجا من تخلف عنها غرق، مانند ابو ذر، سلمان، اینها، مانند میثم، مانند کمیل، مانند قنبر، مانند بقیه کسانی که از اصحاب خالص امیر المؤمنین علیه السلام و امام حسن مجتبی علیه السلام و حضرت سید الشهدا علیه السلام بودن، اونها هیچ وقت عقیدهشان این نبود که ابوبکر و عمر برحق. اما مختار از کدام طایفه بوده؟ ظاهر قضیه اینه که مختار از جماعت عمریه بوده و شیعه نبوده. بله و گرچه کارهای خوبی کرده و اهل بیت علیهم السلام را دوست داشته و خدمت هم به اهل بیت علیهم السلام کرده. بله عرض شد خدمت شما که روایاتی که در آن آمده که مختار وقت قاتلین را کشتند اهل بیت علیهم السلام خوشحال شدند، این روایات موجود است، درسته، ما منکر آن نیستیم. اگر مدح منظورتان اینه، مدح که به معنای این که بگین کار مختار خوبه، خدا مختار را خیر بدهد، این ثابته، این را منکر ما نیستیم. یا اینکه جایی که هدیه ای فرستاده مثلا این کارش خوب بوده، این را ما منکر نیستیم. خب این که مثلا شما یک کافری هم که به رسول خدا صلی الله علیه و سلم مثلا هدیه فرستاده، اون کار اون کافر خوب بوده، ما منکر اون کار خوب نیستیم، اما این ثابت نمیکنه تمام کارهای اون کافر خوب بوده. مثلا کفاری بودند، پادشاه روم هدیه فرستاد، پادشاه مصر هدیه فرستاد برای رسول خدا صلی الله علیه و آله، این هدیهش خوبه، این کارش خوبه، و هل جزاء الاحسان الا الاحسان، کسی که به رسول خدا صلی الله علیه و آله احسان میکنه تمام مسلمان ها باید تشکر بکنه از اون شخص. این درست، اینو قبول داریم. همین طور زین مختار اون کارهای خوبی که کرده او را ما قبول داریم، کارش خوبه، کشته قاتلین سید الشهدا علیه السلام را. کدام شیعه هست در عالم که بگه این کارش بده؟ این کارش کاملا خوبه. اما این که اصل مختار شیعه بوده اون را ثابت نمی کند. این که مختار، خدمت شما عرض کنم که کارهای بد دیگری از مختار سر نزده است، مانند این که به امام زین العابدین علیه السلام دروغ میبسته، این را بله نفی نمی کند. یا این که ثابت بکنه اصل قیام مختار به اذن و اجازه امام زین العابدین علیه السلام بوده، او را ثابت نمی کند. اینها دیگر ما و شما هم کلام هستیم، عباراتنا شتا و حسنك واحد و كل الى جنابك يشير. بریم خط مخالفین بینندگان.